ویدیوی امروزمون راجب کامبیزه، پسر گوگوش، و افشاگری باحالی که راجب مادرش کرده و کلی بویسرش حرف زده. ویدیو امروز رو تا انتها ببینید و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. کامبیز پسر گوگوش رو احتمالاً خیلیاتون بشناسید. پسری که برعکس مادرش که روز به روز جوان‌تر میشه حسابی پا به سن گذاشته و بزرگ شده و الان یه 40-50 سالی داره و زن و بچه و دم و تشکیلاتی برای خودش رو انداخته. کامبیز یه مصاحبه اخیراً انجام دادش و توی اون مصاحبه گفتش که فکر نکنید چون من پسر گوگوشم و پسر محمود قربانی اصلا مشکلی ندارم و خیلی وضعم خوبه و خیلی خوشبالمه. اصلا اینطوری نیست. من شاید تو این 40-50 سالی که عمر کردم یک سالم به صورت متناوب با مادرم زندگی نکردم و همیشه ازش دور بودم و همیشه از مهر مادری اون فاصله داشتم. و برعکس چیزی که مردم فکر میکنن که من همیشه با مادرم گوگوش زندگی کردم و همیشه توی رفاه بودم، اصلا اینجوری نبوده. بریم با هم قسمت‌هایی از صحبت‌های کامبیز قربانی و راجب مادرش و افشاگری که راجب نبودن مادرش کرده گوش بدیم. شما هم بی زحمت دکمه لایک رو بزنید، کانال ما رو اگه سابسکرایب نکردید دکمه قرمز رنگ سابسکرایب و اون زنگوله کنارش هم فشار بدید. حتما هم نظرتون رو راجب این ویدیو تو بخش کامنت ها برامون قرار بدید. ایرونی ها عقلشون به چششونه و فقط به خاطر اینکه من پسره خواننده محبوبی هستم یا کاوره داره محبوبی هستم، دلیل نمیشه زندگی من مثل اونا باشه. من کلن میتونم بگم یک سالم حتی با مادرم زندگی نکردم. خورد خورد شاید این ور اونور زندگی کردم ولی زیاد زندگی نکردم. پدرم هم که ماشاءالله سر شلوغ بود، کارهای کاوره بچه بودم، کارهای کاوره داری میگه بعد از انقلاب هم که بیشتر تایم بعد از انقلابش تو زندان بوده. منم که یا خونه عمه بودم یا خونه مادر بزرگ بودم یا خونه پدر بزرگ بودم یا خونه دوست بودم، این بودم اون بودم. همه ایرونی ها فکر کنم چون مادر من گوگوشه، پدر من محمود قربانیه، من الان میگه کیفم توپه. من الان 10 تا ماشین دارم و یه خونه بزرگ دارم و اصلا هیچ نگرانی. مرسی رفقا که این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم یکی از این ویدیوها رو هم تماشا کنید.